کنم که شما وزن اثر بخشی کرونا رو وقتی در اقتصاد ملی میبینید به شکل قابل توجهی استاد دکتر پور ابراهیمی که اهل فنن بیشتر از ما متوجهن که ما واقعا در کرونا آسیبی که اقتصادمون دید به مراتب کمتر از آسیبی بود که خیلی از کشورهای مقتدر دنیا دیدن. چرا؟ برای که ما اولین کشوری بودیم که نشستیم پروتکل نوشتیم که چگونه اقتصاد و معیشت رو در شرایط بحران و کسری‌های کشور اداره کنیم و معیشت مردم رو متأثر از کرونا کمتر قرار بدیم و خیلی از این کشورهای اروپایی بعد از ما شروع کردن به نوشتن پروتکل‌ها. دقیقاً هم اگر برید فرانسه و آلمان اینا رو ببینید یه جوری کپی برداری از پروتکل‌هایی است که ما در بحث بازگشایی ها نوشتیم. خب همه که کمک کردن، همه در کنار هم بودن، همه رو باید بستاییم، همه رو باید واقعا تقدیر و تشکر کنیم. اما یک نکته رو بگم خدمت شما، برد در کرونا و مدیریت کرونا برد جمهوری اسلامی است، برد یک وزارتخانه نیست، عزت ملی است و خدای نکرده شکست در کرونا هم شکست و آبروریزی و فضاحت ملی است که هرگز هرگز هیچ کس این روز رو برای جمهوری اسلامی در بحران ها نخواهد دید. اونایی که منتظر بودن که ما زانو بزنیم فرو بپاشیم، همه راه ها رو بر ما بسته بودن، حتی ما ماسک میخواستیم بیاریم. من شب تا صبح نشسته بودم پای این که داره ماسک میاد، ساعت 2 بامداد زنگ میزدن با غصه و اندوه و همکاران من که آقا در فرودگاه فلان امریکایی ها قفل کردن. روزای اول خب ما ماسک و N95 برای پرسنلمون خب روزای سختی بود، بعضی از داروها به شدت ما نیازمند بودیم، بعضی از تجهیزات رو نیازمند بودیم، گرچه خودمون رو وقتی خبر رو از ووان شنیدیم آماده کردیم. شما اگر دیدید طوفانی که به ما رسید، یک بیمار در قم و گیلان و اینها پشت در بیمارستان ها سرگردان نشده بود به دلیل اینکه ما سنگرآرایی کردیم، ما با شیوه بسیجی و برگرفته از دفاع مقدس صحنه رو به گونه مدیریت کردیم که سنگر در مقابل ویروس دشمن آماده بود.